جنگ گرگ‌ها بر سر زهر اتمی، کیهان خامنه‌ای. چرخ سانتریفیوژهای فردو از کار افتاد، اما در باغ سبز گشوده نشد. عجیب است که روحانی بگوید کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی شود، اما خود از همان موضع رفتار کند و هنوز در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی باشد. با اتمام دور چهارم مذاکرات هسته‌ای بین رژیم آخوندی و گروه پنج به علاوه یک، دور جدیدی از جنگ گرگ‌ها شروع شده است. در این باره کیهان خامنه‌ای در یادداشت روز سه‌شنبه خود نوشت: روحانی رئیس جمهور مدتی است هرچند از اعتدال سخن میگوید، اما بعضن از سر اعتدال حرف نمیزند. گاه به منتقدان تندی و پرخاش میکند، گاه ادبیات تهدید را به کار میبندد. اکنون یک سال از آن روزی که روحانی آمریکا را کت خدا اعلام کرد سپری شده است. وی روز 23 اردیبهشت 92، یک ماه مانده تا انتخابات، در دانشگاه صنعتی شریف گفت: مذاکره با آمریکا راحت تر از مذاکره با اروپا است، چرا که اروپایی ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند، اما آمریکایی ها به قول معروف کت خدا هستند. پس اگر با کت خدا ببندیم راحت تر هستیم تا اینکه به سراغ یک مقام پایین تر برویم. اوباما و دیگر دولت مردان آمریکایی در این مدت بیش از 10 بار گفتند همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. 3-4 بار نیز آمریکا، انگلیس و برخی دولت های اروپایی بر تعداد شرکت های تحریم شده طرف همکار نظام افسودند. اوباما تصریح کرد شاکله تحریم ها سر جای خود باقی میماند، در حالی که ما برای اولین بار در طول 10 سال اخیر موفق شدیم پیشرفت هسته‌ای رژیم ایران را متوقف کنیم. جان کری فردای توافق ژنو به لندن رفت و همانجا گفت هدف ما از مذاکرات ژنو برچیدن برنامه هسته‌ای رژیم ایران است، و معاون وی صراحتاً ژن نظام ایران را فریبکار دانست. کت خدا اعلام کرد برای فرستاده ویژه روحانی، حمید ابوطالبی نامزد تصدی نمایندگی نظام در سازمان ملل، ویزا نمی دهد. وعده بازگرداندن احترام پاسپورت ایرانی کجا و معامله‌ای که کابوی میانه رو و مؤدب داستان ما با پاسپورت نماینده ویژه کرد و هیچ جوابی هم نگرفت کجا؟ چرخ سانتریفیوژهای فردو از کار افتاد، اما در باغ سبز گشوده نشد و کسی ندید تکانی در چرخ صنعت و اقتصاد پیش آمده باشد. دلارهای بلوکه شده ما مثلا از کره جنوبی به فلان حساب ما در سوئیس رفت و این بار در سوئیس بلوکه شد. 8 ماه مسیر اعتماد سازی یک طرفه تنها بر گستاخی و طلبکاری آمریکا افزود. باند خامنه‌ای. روحانی به صراحت اعلام کرد مذاکرات با 5 به علاوه 1 در نهایت به توافق خواهد رسید. این یعنی تعجیل در به توافق کشاندن پرونده هسته‌ای. اظهارات جواد ظریف و حسن روحانی که توافق را با صراحت و قاطعیت دست یافتنی می‌دانند، تنها یک چراغ سبز برای طرف غربی است که بداند نظام به هر وسیله‌ای حتی یک توافق بد حاضر به امضای سند است. یک رسانه وابسته به باند خامنه‌ای نوشت: حسن روحانی که در نشست با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی سخن می گفت، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز نخواسته به دنیا دروغ بگوید و امروز نیز به دنبال آن نیست، به صراحت اعلام کرد مذاکرات با 5 به علاوه 1 در نهایت به توافق خواهد رسید. این صراحت در به نتیجه رسیدن در توافق میان نظام و 5 به علاوه 1 یعنی نوعی تعجیل در به توافق کشاندن پرونده هسته‌ای. در این شرایط اظهارات محمد جواد ظریف و حسن روحانی که توافق با 5 به علاوه 1 را با صراحت و قاطعیت دست یافتنی می‌دانند، تنها یک چراغ سبز برای طرف غربی است که بداند نظام به هر وسیله‌ای حتی یک توافق بد
حاضر به امضای سندی با طرف روبروست که این نکته نه تنها از قدرت مانور نظام میکاهد بلکه طرف غربی را نیز به اعتماد به نفس بیشتری میرساند. گفته میشود زیاده خواهی طرف غربی و نیز شرایط آنها برای برداشتن تحریم ها به شرح زیر است. 1. درخواست از ایران برای کاهش 14,000 تایی تعداد سانتریفیوژهای فعال خود که این امر تقریبا صنایع هسته‌ای کشور را در حد تحقیقاتی تقلیل می‌دهد. 2. از بین بردن تعدادی از موشک‌های بالستیک پیشرفته کشور و همچنین تقلیل برد برخی دیگر از این نوع موشک‌ها. 3. کاهش سطح همکاری‌ها با حزب الله لبنان و قطع حمایت‌های نظامی سیاسی با حکومت سوریه و شخص بشار اسد. 4. برداشتن تدریجی تحریم‌ها در یک بازه زمانی 10 تا 15 ساله که تقریباً امری محال و دور از دسترس است. با توجه به موارد ذکر شده معلوم نیست که تیم مذاکره کننده و شخص رئیس جمهور چگونه می‌خواهند به یک توافقنامه خوب با طرف غربی دست یابند. و آیا اظهارات اخیر آنها که نشان از پذیرش توافق با هر شرایط ممکن است طرف غربی را امیدوار به تحمیل شرایط دلخواه خود در توافق احتمالی نهایی نخواهد کرد؟